بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور تک تک بندگان خدا و طالبان شریعت راه خدا و حساب و کتاب خدا در این بره از زمان، مخصوصا پیرامون ظهور، ظهوری که هر ملتی به گونه اونو عنوان کرده به طور دلخواه خودشون و هیچ سندی در کتاب خدا و یا کتب آسمانی نداره، مگه اینکه تشابهی قرار داده باشن، به میل خودشون مسائلی را عنوان کردن که نمیشه روش حساب کرد، یعنی بر مبنای حساب عنوان نشد. در صورتی که کتب آسمانی از آغاز تا پایان همشون با حساب حرکت کردن و حتی ساعت زمان و مکان رو تعیین کردن، مخصوصا نام موعود. اگر نام نشانی در کتاب خدا نداشته باشه، زمانی براش تعیین نشده باشه، نمیتونه موعود باشه که از طرف خدا تعیین شده باشه، بلکه گروهی مشرک یا بهتر بگم مشرکین خودشون به میل خودشون چیزی رو عنوان کردن که در حقیقت نه کتاب خدا دربارش چیزی گفته و نه پیغمبر خارج از خود کتابی که آورده چیزی رو عنوان کرد. به هر حال امروز ما میشینیم تیپ حساب الف لام میم ذالک کتاب رو عنوان میکنیم. چرا؟ اصل موضوع راز پنهان و چیزهایی که در کتاب خدا پنهان شده و کسی واقف بر آن نیست جز هدایتی از طرف خدا، میشینیم این مسائل رو عنوان میکنیم، از حروف مقطعه گرفته تا ترتیب سوره ها گرفته و تاریخ های عنوان شده، تاریخ هایی که هم زمان داره هم مکان داره، یعنی نشانه های فیزیکی زمین و آسمان رو با ذکر تاریخ عنوان کرده. مثلا سوره طه آیه 15 به نشان مکی بودن سوره و زلزله بم میگه من تو را برگزیدم، گوش فراده که چه میگویم، نماز و ذکر را بیاد من به پای دار که ساعت فرا رسیده و ما آن را پنهان می‌داریم تا هر زی حیاتی بر وفق اعمال خیش پاداش کرد. پنهان کردنش هم بیشک در برابر کسانی که کفر ورزیدن، پنهان شدنش برای اینه که مشرکین راه نجاتی برای خودشون پیدا نکنن و یه سری مسائل دیگه که مو به مو پا به پا میریم جلو. از بسم الله الرحمن الرحیم که سرآغاز مسائل این کتابه تا حساب حروف 28 گانه و تاریخ های عنوان شده در کتاب خدا. در کتاب خدا سوره جن که اشاره به دانش پنهان کرده فرماید حتی اداره او ما یوعدون فسعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیبی فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء
عدلا که در 28 آیه است و داد ما هم 28 حرفه که حساب داره و شمار داره. چیزی که بر حساب غیر از حدیث و روایت یا عنوان کردن مسائل بی ربط، حساب چیزیه که همه چیز رو روشن میکنه، تاریخ‌ها رو عنوان میکنه، زمان رو تعیین میکنه و مکان رو همچنین و کلن اوضاع سرزمین ظهور رو آنطور که بایسته و شایسته است با وجود نشانه ها بدون کم و کاست در کتاب خدا در طی آیات تصویری و غیر تصویری عنوان شد. ابتدا ما داریم سوره اول نه دوم سوره بقره که با حروف مقطعه شروع شده به رمز الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که این سوره های الف لام میم 6 تا سوره با الف لام میم شروع شده و 2 تا سوره هم با الف لام میم شروع شده، ممتاز 2 حرف اضافه داره، یکی اعرافه که میگه الف لام میم صاد که الف لام میم اشاره به ذالک الکتابه و صاد اشاره به صاد و القرآن ذی الذکره و الف لام میم را که آغاز سوره رعد بازم موضوعیه که به همین جریان روم و جنگ خلیج و این چیزا اشاره کرده. حالا به هر حال هر حرفی از حروفی که ما میبینیم از ابجد دارای شمار ابجدیه که قسمت بالا از 1 تا 9، از 10 تا 90، از 100 تا 900 و 1001 دونه، عدد 1000 تایی داریم. پس 4 مرحله است، 1 گان، 10 گان، 100 گان، 1000 گان، که اگر بالاترین رقم هر گروهی رو برداریم جمعاً میشه 1999 سال. اگر بیایم از تیپ حساب استفاده کنیم که بگیم این حساب به چه تیپی هست، قبل از آغاز کلمه شما تماشا کنید 1999 رو با هم جمع کنید میشه 39 تا 27 و 1 میشه 28. اگر همه ابجد رو جمع کنیم میشه 5995. اگر این 5995 رو با هم جمع کنیم بازم میشه 28 که حروف ما 28 هست، عدد ابجدی دارن، 5 و 9 14 5 و 9 14 14 و 14 28. اگر بریم تک تک حروف را نگاه کنیم، نقطه ها را از اصل عدد جدا کنیم، بیان بگیم تا حرف دهم بدون نقطه 1، حرف 11 1 و 1 مساویس با 2، 2 و 1 مساویس با 3، 3 و 1 مساویس با 4، 4 و 1 مساویس با 5. یعنی اصل عدد ابجدی اون حرف رو تعیین میکنه بدون نقطه، که این نقطه در حروف دقت کنید مرتبه 1 گان، 10 گان، 100 گان، 1000 گان که 4 مرحله است، با حذف نقطه ها از عدد حروف تبدیل میشن، مثل ب، دو، نقطه بذاریم روش میشه 20 میشه حرف که، نقطه بذاریم رو 20 میشه 200 حرف ر، سعدت. دقیق اگر بریم پشت سر هم بذاریم اینا حروف رو بچینیم، سگانه غیر از عدد غن که 1000، این عدد با همه حساب ها در حرکت در طول تاریخ، یعنی 1111، 1112، 13، 14، درست مثل حرکت یکی به سامسونت تا
که بعد از 900 تا نقطه گذاشته شده به جای عدد تی عدد 1000. این برای تعیین تاریخ در کتاب خدا به عناوین مختلف که دونه دونه در واقع شرح داده میشه و ارائه میشه به اونایی که لازمه بدونن که آیا از ظهور گذشته یا هنوز پیش نیامده. و البته از 1369 ظهور صاد و قرآن که موضوع الف لام میم ذالک الکتابه عنوان شده و مرتب تا همینک سرکوب شده و میشه، مخصوصا از نظر اقتصادی که مبادا نامه های نوشته شده و حساب نوشته شده فراگیر بشه. برحال میریم که این اعداد طبق جریانی که گفتیم ترتیبش با هم جمع بشه اصل عدد بدون نقطه میده، در خود بسم الله الرحمن الرحیم و در ترتیب سوره ها ثابت بشه و جواب مثبتی به ما بده که آیا این حساب با کتاب خدا همسانه یا اینکه یه چیز من داره بردیه. میایم بسم الله الرحمن الرحیم رو بینیسیم. بسم الله الرحمن رو که نوشتیم 19 حرفه، بسم ال این حروف خالصشه، لام تکرار شده، دوباره الف تکرار شده، لام تکرار شده، میم تکرار شده، الف و لام و ره و ه تکرار شده، یه تکرار نشده، میم تکرار شده. حروف تکرار رو به ترتیب فاکتور، نظام فاکتور گذاشتیم زیر بسم الله. بعد حروف خالصش بازم فاکتور گرفته شده به ترتیب که هست اومدیم چیدیم زیرش. کلمه نمل رو به ما چکار کرد؟ نشون داد. سوره نمل سوره یه که دارای دو بسم الله الرحمن الرحیمه. خب و تعیین تاریخی که در بسم الله الرحمن الرحیم عنوان شده. بسم الله الرحمن الرحیم عدد ابجدش میشه 786. اگر از اعدادش نقطه حذف کنیم، از هر کدوم اعدادی که دارای نقطه است یک نقطه حذف کنیم و کلن جمعش کنیم میشه 102، که 102 مساوی است با کلمه بسم. و اگر کل نقطه ها را از عدد حذف کنیم جمعش کنیم میشه 66، میشه کلمه الله که میگه در سوره فصلت، در سوره منظرت میخوام، در سوره هود با رمز الف لام را آیه 41ش میگه ارکب و فیها بسم الله مجراها و مرساها. خب 786 ضرب در 2 یعنی 2 بسم الله الرحمن الرحیم، 2 6 تا 12، 2 8 تا 16 و 1 17، 2 7 تا 14 و 1 15 شد 1572. طبق حسابی که در بالا کردیم 7 و 1 8 8 و 1 9 میایم چیکار میکنیم؟ دو عدد دو عدد جمع میکنیم، میگیم 7 و 2 9، 5 و 1 6، جمع شد عدد 69. آغاز سوره نم نوشته تا نو سین 60 جمع هم میشه چند؟ 69. بعد میایم میگیم 9 و 6 مساویس با 15. 15 سوره حجره با رمز الف لام را شروع شده در حزب 27، یعنی برابر با ترتیب سوره نم. آغاز سوره میگه الف لام را تلک آیات کتاب و قرآن مبین. در آغاز سوره نم تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی برعکس هم دیگه، اول قرآن نوشته شده بعد کتاب مبین که منظور همون دارک کتابه، در یک جای دیگه اول کتاب مطرح کرده بعد قرآن، که این رمزها نشانه ایست اندرون چی؟ آن کتاب که کتاب الف لام میمه و در خود قرآن، یعنی خود قرآن با حساب در آن کتاب گنجانده شده با نشانه هایی که رمزها دونه دونه باز شده
ارتباط بین سوره ها عنوان شده. خب 51 میشه 6. نام سلیمانی که صادر کننده بسم الله الرحمن الرحیم متشکل از 6 حرفه. قرآن ضریبی از 6، یعنی 6 ضرب در 19 حرف بسم الله میشه 114 سوره. از مجموع انبیایی که نامشون در کتاب خدا برده شده فقط 6 پیامبرشون سوره به نام داره. 6 پیامبر عبارت از یونس، هود، یوسف، ابراهیم، محمد، نوح. جمع ترتیب این 6 پیامبر، ترتیب رسمی این 6 سوره میشه 165 و سوره 6 ما هم 165 آیه داره و از طرفی خلقت زمین و آسمان هم در 6 روز و از طرفی نماز شکسته 6 رکعت ازش کم میشه. 2 از ظهر کم میشه، 2 از عصر کم میشه و 2 از عشاء کم میشه، جمعا میشه چند؟ 6. میان تا ببینیم این بسم الله الرحمن الرحیم برابر حساب و فاکتور که عین این حساب در کل قرآن صفت پیدا میکنه. اگر بیاییم بگیم سوره قد سوره چندمه، سوره قد میشه سوره 97. 7 و 9، 7 و 9 مساویست با 16. 16 سوره این قدره، اینم نحله. 6 و 1 مساویست با 7 که میشه اعراف. الف لام میم صاد. شما در قد توجه میکنید میگه تنزل الملائکه و الروح فیها. در سوره نحل میگه اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی عما یشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا لا اله الا انا فاتقون. در قبر فرود آمدن ملائکه و روح در آن تا خود صبح، به قولی از هر باقی گلی و مجهول بودنش تا حدودی. در سوره نحل جواب همون قلبه که انجام چیه؟ انجام مأموریته که فرماید چه؟ فرود می آورد ملائکه و روح در شخص منتخب، شخصی که خدا انتخاب کرده، نه شخصی که خودشون انتخاب کردن که نه نامی در کتاب خدا داره و نه نشانی. بعد 6 و 1 7، هفتمین سوره اعرافه با رمز الف لام میم که صاده. الف لام میم داره که کتابه و صاد اشاره به صاد و قرآن دیگه ذکره که تمام مأموریتاش برخورد زمامداران امور و تاریخی که از پیش تعیین شده بدون چون چرا در کتاب خدا که قرآن باشه گنجانده شده و در طول زمانی که گذشته از تاریخ 1369 شنبه 7/7/1369 که اولین نامه های حساب پخش شده تمام ادیان، یعنی تمام انجمن های دینی از تورات تا قرآن نامه های حساب آغاز رو دریافت کردن، اعضام موافق و مخالف دریافت کردن، بازاریا، خیلی از مردم عام و خاص نامه های حساب دریافت کردن. متاسفانه هیچ گروهی در باب این موضوع به زبان نیامدن و این موضوع رو مطلقاً عنوان نکردن و حاضر به عنوانش هم نیستن. علت ها مشخصه. وقتی حرکت وضعی و انتقالی تمام کره زمین برای ساکنان زمین یکسانه، وقتی تمام حساب و کتاب برای جمله اهل کتاب یکسانه و وقتی موعود تمام اهل کتاب یکیه، نمیتونه دوتا باشه و در یک زمانه و اونها
چیزایی رو اختیار کردن، عنوان کردن غیر از چیزی که در کتاب خدا گنجانده شده، مسلمه که اینا از آغاز بر پایه دین شرک حرکت کردن، نه بر پایه دین توحید. دین توحیدی پذیرنده مذهب نیست. اگر پذیرنده مذهب باشه بیشک اختلاف بیشتر و بیشتر. الان شما اگر سنی باشید، از اهل تسنن باشید، بقیه گروه ها دشمنند. اگر از اهل تشیع باشید، بقیه دشمنت میشن. اگر پیرو تورات باشید، بقیه دشمنت هم. پیرو قرآن باشید، بقیه دشمنت هم. پس راهی گذاشته شده برای موعود که به وحدت دین دعوت میکنه. تو سوره بقره میگه قولو، امر به جمع کرده، قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. عین این آیه در مقام فرد رسول در سوره آل عمران آیه 85 میگه قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. و این دعای بدون ذکر نام در پایان سوره بقره آمن رسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. دوباره تو سوره شورا آیه 13 می فرماد شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. یعنی مشرکین با این وحدت دین مخالفند. بعد در سوره روم می‌فرماید اقم وجهک للدین حنیفا ولا تک من المشرکین الذین فرقوا دینهم شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. یعنی موعود غیر از این که این شهادت این رو به این سبک به زبان بیاره هیچ راهی برای دعوت به دین توحید نداره و از هیچ گروهی هم نمیتونه پیروی کنه. اگه پیروی کنه که از هوای اشخاص پیروی کرده و کلام خدا را پشت سر گذاشته، و اگر از هوای مردم پیروی نکنه همه باش به دشمنی بلند میشه. یا فاطر اشهد ان لا اله الا انت لا اعبد الا اياك ولا اتخذ من دونك وليا فاطر السماوات والارض واشهد ان رسلك جاءوا بالحق امنا بملائكتك وكتبك ورسلك لا نفرق بين احد من رسلك سمعا وطاعه غفرانك ربنا واليك المصير. ان شهادتين طبق كتاب خدا دعوت بدين التوحيد، نه سنیه، نه شافعیه، نه مالکیه، نه حنبلیه، نه مسیحیه، نه یهودیه. مسلمان پاک اگر غیر از این گفته بشه نقض کتاب خدا کرده، و اگر ناقض کتاب خدا باشه نمیتونه حق باشه، نمیتونه حجت خدا باشه و نمیتونه رسول خدا باشه. به هر حال میریم رو اصل برنامه های حسابی که داده شده تا مسئله عدد 6. حرف 6 در ترتیب ابجد حرف وابه. سوره هایی که با حرف واب شروع شدن 17 سوره برابر با 17 رکعت نماز و جمع ترتیب این 17 سوره طبق سوره اسراء یعنی سوره 17 آیه 12 جمع ترتیب این سوره ها اشاره به تاریخ 1370 شمسی کرده. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیئی مفصلناه تفصیلا. خب در اینجا باز
یک سری مسائل هست درباره حروف و نحوه حساب که در کتاب خدا تأیید میشه. دونه به دونه باید بریم جلو و این حساب رو روشن کنیم و با کتاب خدا قیاس بگیریم که آیا این حساب صحت داره و یا اینکه یه چیزیه به قول بعضیا بازی با حروف و کلمات، که انشاءالله اینطوری نیست و عین حساب قبل از آغاز کلمه که در آغاز شروع کردیم تأیید کننده بقیه حسابه که در بسم الله الرحمن الرحیم عنوان شد و ثابت شد و در حروف خالص بسم الله الرحمن الرحیم نگاه کنیم، همه رو جمع کنیم مساویس با 406، از هر کدام یک نقطه برداریم جمعش کنیم میشه 55، همه نقطه ها رو برداریم جمعش کنیم میشه 37، 37 مساویس با 10، 55 مساویس با 5 و 55 باز مساویس با 10، 406، 6 به علاوه 4 باز مساویس با 10، و حروف ما 10 حرفه و آخرین حرف ما یه که در ابجد حرف دهمه، اینطور که هست یه حرف دهم ابجده و ر حرف دهم الفباه. خب خیلی چیزا در بسم الله الرحمن الرحیم هست، از جمله بساط بسم الله الرحمن الرحیم اشاره به ری کرده با توجه به رمز سوره یونس که میفرماد آغازش الف لام راه، و این الف لام را اساسا اشاره به نام سه سوره است که این سوره عبارتند از الرعد، الروم، الرحمن. سوره 13، سوره 30 و سوره 55 که مساوی است با 98. اینا مربوط به زمان حالن، به زمان گذشته نیستن. این رمز داره، این هم رمز داره. الرحمن هم خودش با نشانه ها 31 نشانه که در هر نشانه ای میفرماد تد ای آلا ای رب بکم آتو کدبان، در اینجا اشاره به عدد 98 شد که ترتیب سوره بین است. میفرماد رسول من الله یک مصحف مطهره فیها کتب قیمه، که این حساب زاد کتابه. این یه صف هست که هنوز نتونستیم اون صورتی که باید شرم بدیم شرم بدیم، دو سیدی تنظیم شده که اون فیلم به سلام مستندی تدریسیه مثل همین الان، یه فیلمی هم داریم حدود 700-700 صفحه از این حسابات میشه که مردم میتونم برم اینو مطالعه کنم، مورد بررسی قرار بدم و بفهمم که آیا در دنیا چه خبره و چه داره میگذره و آیا موقعی پا به عرصه وجود گذاشته یا نذاشته. خب اگر بیایم اینجوری حساب کنیم، همین حسابو الف لام را، سوره هایی که نامشون با الف شروع شده 14 سوره است، سوره هایی که اسمشون با لام شروع شده 2 سوره است، سوره هایی که اسمشون با ر شروع شده 3 سوره است، جمعا میشن 19 سوره. سوره 19 هم کیه؟ مریم دارای 98 آیه است. در اینجا آغاز نام سوره با الف لام را شروع شده 98 رو تعیین کرد، از این بر تعداد سوره هایی که با الف و لام و را شروع شده که الف 14 سوره، لام 2 سوره، ر 3 سوره، جمع هم میشه 19 سوره. 19 سوره مریم باز 98 آیت، یعنی این موضوع چی شد؟ تأیید شد. به این سببه که حساب چیزیه غیر از حدیث و روایته، همزمان درش گنجانده شده و زمان تعیین کرده و هم مکان و هم نام و هم نشانه های فیزیکی، نشانه هایی که اغلب ظاهر شده و
قسمتی باقی مونده که انشاءالله در آینده بازم این نشانه ها ادامه پیدا میکنه تا جایی که همه ناگزیرن رو به کتاب کنن و به طرف صاحب کتاب حرکت کنن. برحال حسابای متنوعی که مربوط به کتاب دونه به دونه پیش میریم، شرح میدیم و نشانه ها را عنوان میکنیم. شما میتونید طبق این نشانه ها در کتاب خدا به هر آنچه که اشاره شده برید بخونید و حوادثی که در پیش انشاءالله رفته رفته لمس کنید و ببینید. اونایی که گروهی که در کتاب خدا بهشون اشاره شده که وعده کردن خود و پدرانشون این کتاب رو رد بگذشته بدن، چجوری رد بگذشته بدن؟ با تنظیم احادیث و روایات و به قول شأن نزول گفتن در باره از سوره ها اومدن آینده این کتاب رو رد بگذشته بدن و چیزی که شکل نداره در کتاب خدا عنوان کردن. مثلا مریم سوره 19 همه، در ترتیب نزول سوره 19 هم کیه؟ فیله. آغاز سوره مریم اشاره به اسم کرده کاف یا عیسی، که هم اسم هم اشاره به ارتباط بین سوره هاست. الان ترکه به فعل رو که به اصحاب فیل، اصحاب فیل اشاره به کیه؟ اینا گفتن ابرهه، ولی ما در کتاب خدا چیزی به نام ابرهه نداریم. این موضوع مربوط به ظهور میشه، به جریان این کافه و انساد و حروف مقطعه میشه که میفرماد کافه یا انساد الم ترکه به فعل رب که به اصحاب فیل. اصحاب فیل کیا هستن؟ اصحاب فیل اشاره به سرزمین هنده که رخدادهای و رویدادهای در این بره از زمان رخ میده و عین اون برای سرزمینیه که رسول مورد طعن قرار گرفته، که میگه همچی چیزی برای کیا در پیشه؟ برای دشمنان، برای اونایی که در سرکوب رسول ساعت پا به عرصه وجود گذاشتن، که بعد از گذشت 17 سال از این موضوع هنوزم به زبان نیامده. اصلا این موضوع رو عنوان نکردن، نه تنها عنوان نکردن بلکه به سرکوبشون و اذیت و آزارشون ادامه دادن. و برای همین ویل للمصلین، چرا نام سوره ماعونه؟ ماعونم یاری رساندن، یعنی از دسترنج خودشان محرومش کردن، نه تنها جلوگیری کردن از یاری رساندن بهش، بلکه دسترنج خودش رو هم چیکار کردن؟ از بین دارن میبرن که ما بادا از دسترنج خودش بتونه حرکتی رو بکنه. تا به امروز خب ما به طور مختصر اشاره به سوره هایی میکنیم و اشاره به حساب میکنیم که شما بتونید در سیدی که تیپ حساب در اون عنوان شده چیکار کنید؟ بهرمند بشید، بتونید این حروف و این شکل حساب رو چیکار کنید؟ لمس کنید. وقتی لمس کردید، به کتاب خدا مراجعه کردید، میفهمید دنیا چه خبره و موضوع از چه قراره و چرا اینجوری داره پیش میره. خب این موضوعی که بهش اشاره کردیم، نمل، شما از سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم نداره و سوره نهمه تا سوره ای که دو بسم الله داره 19 سوره است، برابر با تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. 9 حرف تکراره که سوره توبه سوره نهمه. و اگر آغاز سوره نمل رو نگاه کنید نوشته تا، تا حرف چندومه؟ نهمه. حالا ما اگر به رو بذاریم رو سوره توبه که براعت تا سوره نمل که پیش بریم، خط وسط میشه که حرف دهم. یعنی از سوره توبه تا سوره نم 19 سوره است،
وسطش میشه سوره کهف. نزول سوره کهف 69 و ترتیب الفبا کلمه کهف نیز 69 و آغاز سوره این ننوشته تا سین بازم چیه؟ 69. این دال بر اثبات حساب و واحد اندازه‌گیری طبق بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر به فاکتور آخرین حرف بسم الله نگاه کنیم، حرف یک کلمه ندا یا، خب حروف خالصش 10 تاش میشه چند؟ یونس. اگر ما یونس رو بنویسیم عددش میشه 10، 6، 50، 60. بدون نقطه 1 و 6، 7 و 5، 12 و 6، 18. در یه دقت کنید، یه 18مین حرف فاکتورش گرفته شده از کجاست؟ از بسم الله الرحمن الرحیم. و سوره یونس با رمز الف لام را، خود کلمه یونس بدون نقطه میشه چند؟ 18. یعنی اثبات حساب. بعد 10 و 16 و 50 و 60 و 6 120 و 6، درسته؟ 126 کلمه یونس. 6 و 2 8 و 1 9 8 و 1 9. این حسابیه که از آغاز هم داشتیم. 9 سوره چیه؟ توبه است، در رابطه با جریان زمانی و مکانی داره. یعنی ما هر شماری که برداریم از حرف ها و سوره ها طبق همون حسابی که از اول کردیم، 1 و 2، 3، 2، 2، 4 جواب مثبت داره، مخصوصا در بسم الله الرحمن الرحیم و نظام فاکتور گرفتن. قرآن نظام های زیادی داره که بر حسب فاکتور حرکت میکنه. اگر غیر از این باشه، طبق فاکتور نباشه، بازم با مسئله چیزی که من در آوردی روبرو میشیم. اگر الان بیایم از بسم الله شروع کنیم، حرف آخر میم، وسط بسم الله ری، آخر بسم الله میم، کلمه مریم تشکیل داده میشه که مریم سوره 19 همه و بسم الله هم 19 هم. و اگر در سوره نم دقت کنید، میبینید در جزء 19 قرار گرفته. و سبع سوره 34 تکرار نام مریم هم در کل قرآن 34 مرتبه است و کتاب ظاهری داره و باطنی داره. در سوره نمل به علما داره میگه اگر میتوانید در یک چشم هم زدن کاری رو انجام بدید، باید در خدمت موعود ما باشید، وگرنه بلا. علم که در کتاب از کتاب نداشتن هیچ، جلو راه را هم فعلا گرفتن به زعم خودشون. خب از سوره مریم که سوره 19 همه تا سوره 37 که سوره صافات 19 سوره است، از سوره صافات که سوره 37 تا سوره 55 که سوره الرحمنه باز 19 سوره است، برابر با 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بیاییم از سوره مریم، یعنی سوره 19 هم، تا سوره الرحمن که سوره 55 جمع کنیم با هم، میشه 1369 آغاز سوره نم تا 369. جمع ترتیب سوره ها طبق بسم الله الرحمن الرحیم میشه 1369. نام سلیمان میشه 191، ترتیب ابجدش میشه 65، ترتیب الفبایش میشه 113.
جمع 191 و 113 میشه چی؟ 369. از اونجایی که بسم الله 19 حرفه و حرف 19 همه علف با غین و عدد ابجد اون هزاره میشه 1369. آغاز چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و پراکنده شدن نامه ها در سرزمین ری، یعنی سرزمین ایران، سرزمینی که بسم الله الرحمن الرحیم برای ظهور تعیینش کرده به تاریخی مشخص. این وسط بسم الله میشه ری. اگر بخوایم عدد بسم الله رو وارد جدول کنیم، یعنی این جدول 786 طبق این قانون های 12 تقسیم بر 258، قلب جدول میشه چند؟ 262 که میشه کلمه ایران. وقتی تک نقطه برمیداریم جمعش میکنیم میشه 28 قصص دارای 88 آیه است. 88 آیه هم از صادق هم 88 و تاریخ جریان 6 پیامبری که عنوان شده بازم اشاره به چی کرده؟ 88. قلب جدول ایران بدون نقطه حذفش کنیم میشه 10. دهمین سوره هم یونسه. اگر بخوایم حساب کنیم دقیقا اشاره به سوره قصص میکنه یونس با حساب. چرا؟ حرف ابجد یه حرف دهمه و در الفبا حرف 28مه. اگر با شکل حروف حرکت کنیم یه سه سوره داریم، یونس و یوسف و یاس. ولی اگر با عدد کار کنیم دو ترتیب داریم، یکی ابجده یکی الفباه که میشه سوره دهم و سوره 28. سوره 28 که قصصه، اولش میگه تا سین میم که این 9، اینم 60، اینم 40 میشه 109. بدون نقطه میشه چند؟ 19 که اشاره به مریم. رمز سوره یونس با رمز الف لام را اشاره به کی کرد؟ به سوره مریم کرد. در اینجا بازم بدون نقطه اشاره به مریم کرد. حالا 109 میشه ترتیب سوره کافرون و میشه آیات سوره یونس که در ترتیب حروف یه حرف دهمه و در الفبا حرف چندمه؟ 28مه. اینجا ترتیب حروف رو چکار کرد؟ تأیید کرد که بله سوره یونس دارای 109 آیه است. همون آغاز سوره یونس با رمز الف لام را بعد از اینکه مسئله عنوان میشه کافران گفتن اون جادوگری است آشکار و جادوگری دروغگو، یعنی سرزمین ری به تکفیر برخواستن. اگه به تکفیر بر نمیخواستن چجوری میشه چیزی که با تاریخ مشخص در کتاب خدا عنوان شده هیچ کی بهش توجهی نمیکنه، ولی کسی که هیچ سندی در کتاب خدا نداره، نه نامی و نشان و نه نشان جز ستم، او را رو دوش میگیرن. علتش چیه؟ دلیلش چیه که در این باره اصلا به هیچ وجه موضوعی را عنوان نمی کنن؟ از این طرف رضایت امام عصر رو می خوان، از این طرف چون باب میلش نیست، باب میلشون نیست، دارن سرکوبش می کنن. این را باور کنیم یا آن؟ خب میریم تا بدانیم. شما برای اثبات حساب آیه 102 سوره بقره که برابر است با کلمه بسم، یعنی 260 میشه 102. آیه 102 سوره بقره را بخونید و طبق ماده شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. در ترتیب نام سلیمان وقتی میگیریم 113 میشه سوره فلق.
و فلق ضد سهره. اونجا میگه فیتعلمون منها ما یفرق بین المرء و زوجه، یاد میگیرن از آن آنچه که میان زن و مرد جدایی میافکنن. به ترتیب ابجد نام سلیمان نگاه کنیم میشه 65. 65 سوره قرآن چیه؟ طلاق. یعنی در این اسم اون موضوع اون آیه عنوان شده. از این هم که بگذاریم، نزول سوره توبه که سوره نهمه 113 است. بسم اللهی که نشان سلیمان و نامه سلیمانه، چطور میشه رخت به کسی دیگه داد؟ مثلا موضوع احمد تا محمد دو زمان متفاوته. فاصله احمد با عیسی طبق قرآن 621 ساله، فاصله محمد با عیسی 1958 ساله. این دوتا در بعثت مجدد یکی هم، ولی در زمانی که قرآن عنوان کرده یکی نیستن، در دو زمان قرار گرفتن، با فاصله احمد با محمدون، محمد که صفت و اسم نیست، 1337 سال فاصله داره. به خاطر کسیه که طبق خود قرآن کسیه که در آینده میاد، نه کسی که در گذشته آمد و رفت. پس تکلیف ذالک الکتاب و فرقان چی میشه؟ تکلیف حساب ها و روشن کردن کتاب چی میشه؟ اگر اینجوری باشه هم تمام رمزا همینجوری میمونن و حساب ها میمونن، اون موضوعی که باید عنوان بشه و روشن بشه هم زیر آواری از خاک میمونه و دنیا هم تمام میشه. نبوده است محمد پدر هیچ یک از مردان شما، لیکن همینک هست رسول خدا و سرآمد پیامبران و بود خدا به همه چیز آگاه. یعنی زمانی که موعود ظهور میکنه، ادهی به عنوان اولاد محمد زمان امور را در دست دارن و او را سرکوب میکنن. و مردم غافل از همه جا با پیروی از کیش گذشتگان و القاعاتی که تا حالا شده نمیتونن حقیقت موضوع رو بفهمن و کسی حاضر نیست این اصل موضوع واقعی رو برای عنوان کنه، مگر این حساب ها به دستشون برسه و خودشون سعی در نشرش کنن و دولت را وادار به حضور در رسانه‌های سمعی و بصری مثل تلویزیون که بشینن رو در رو، حساب عنوان بشه و موعود عنوان بشه، که اگر حساب درست بود و دقیق بود چرا کسی بهش اهمیت نمیده، و اگر غلط بود خب طبیعتاً کسی که به دروغ خودش رو عنوان کرده اصولا باید زنده زنده به آتش کشیده بشه. درسته؟ خیلی میریم. هر سوره ای دو جدول داره که یکی از جدول ها بهش میگن مربع و یکی میشه مثلث. این جدول بهش میگم مثلث که دارای 9 خانه است. طریقه پر کردنش ما از 2 شروع میکنیم. خانه اولش 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. این جدول مثلث سوره بقره است. چرا از 2 شروع شده؟ به خاطر اینکه از الف لام میم ذالک الکتاب میخوام یه موضوعی رو عنوان کنم، ارتباط بین سوره ها رو نشون بدم، وگرنه از یکم شروع کنم بازم همین موضوع در پیشه. ولی از 2 به خاطر ذالک الکتاب شروع کردم که ارتباط بین سوره ها رو ببینید چی میگه. این چی جدول ها چیزیه که سوره ها رو چیکار میکنه؟ به هم ربط میده طبق حساب. خب ضد این مساویس با 18، از هر طرف که بشماریم 18 چه عمودی
چه به صورت افقی، چه به صورت زردری. جواب ما شد چند؟ 18. 18 میشه که و نزول کافرون که 39 سوره قرآن خانه آخر مسدس ده یونس که دارای 109 آیه است برای تایید موضوع این حساب. خب و حرف 18 ابجد صاد برای تایید این موضوع رجوع میکنیم به جدول دوم سوره بقره که بهش میگن مربع. دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده. ضد این مساوی با 38. برای تایید مورد ببینید مربوط به سوره بقره است، یعنی سوره دوم. این با دو شروع شده، اینم با دو شروع شده، هر دوش هم قانون دارن نزد اهل کتاب و کسانی که در حساب کتاب خدا معتبرن، از این جدول ها کاملا اطلاع دارن. این جدول ها اضلاعشون مساویه، یعنی ضلعش برابر با جمع چهار خانه. چه به صورت عمودی و چه به صورت افقی و چه به صورت زردری، از هر طرف که بشماری جوابش چنده؟ 38. و اگر عددی جای عددی دیگه قرار گرفته بشه، قرار داده بشه، تمام نظام این حساب به هم میخوره دیگه، هم خانی نداره. مثلث که این سه خانه است، سه خانه یعنی دارای 9 خانه است، از هر طرف بشماری زدش میشه 18 مثلث بقره. ولی مربع نه، نه تنها اضلاعش مساویه، بلکه هر چهار خانه ای که روبروی همان جمع بشه بازم برابر با 38. یعنی 2، 16، 9، 11 باز میشه 38، 15، 12، 5 و 6 38، 4 و 14، 3 و 7 38، 8 و 3 و 10 و 11 باز چنده؟ 38. یعنی نه تنها از دانش، بلکه چهارخانه هایی که روبرو همن چیه؟ مثل همان. الان ارتباط بین سوره ها رو در این جدول ها عنوان میکنیم. سوره 9 تا بعد سوره 16 نحله. آغاز سوره توبه میفرماد آغاز سوره نه می فرمان برایت من الله و رسول الى الذین آهدتم من المشرکین. آغاز سوره نحل می فرمان اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی اما یشرکون. آیه اول نه اما یشرکون، آیه اول سوره توبه المشرکین. این ارتباط بین سوره ها در جدول، مثلا 2 سوره بقره از الف لام داره که کتاب، 11 سوره هوده
میگه الف لام را الف لام را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اشاره به چی میکنه؟ به ذالک الکتاب داره میکنه. حالا ما میگم به طور کل این موضوع رو تو قرآن در رابطه با ارتباط بین سوره ها قدم به قدم میریم جلو. ضلع مثلث سوره بقره میشه 18، 18مین سوره کهفه. ببین آغاز سوره کهف میفرماد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. خب این آغاز چیه و اشاره به چیه؟ اشاره به ذالک الکتاب. اگر طبق این جدول ها نباشه آدم قسمت های کتاب رو نمیتونه پیدا کنه. اول کهف ذالک الکتاب رو بخونید، اول سوره بقره ضلع 18 رو بخونید. حالا خانه آخر سوره یونس میشه 10، مثلث بقره 10، بازم اشاره میکنه به آن کتاب که میفرماد الف لام را تلک آیات کتاب حکیم. اشاره به کام کتاب همون داره که کتاب، چون الف لام را تو خود قرآن توضیحش نداده، در داره که کتاب توضیح داده شده که همین الان موضوع الف لام را رو عنوان کردیم و ارتباط بین سوره ها و تاریخی که در کل نوشتجات منتشر شده هست و در سیدی که زمینه همین سیدی تصویریه هستش. به هر حال ارتباط بین سوره ها با جدول، خانه آخر مثلث سوره بقره میشه یونس، خانه آخر سوره مربع بقره میشه 17 سوره اسراء. شما در سوره یونس آیه 10 آیه 5 سوره یونس میفرماد هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. در سوره 17 میفرماد آیه 12 میفرماد و جعلنا الليل و النهار آیتین فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم و لتعلموا عدد السنين والحساب و كل شيء فصلناه تفصيلا. بله خداوند برای این وعده‌ای که داده هم زمان تعیین کرده هم مکان، که میگه میفرماد احتد معلومه کرده بعد ساعت سعی را، هر کس ساعت را تکذیب کند ما او را به جهنم ملحق خواهیم ساخت، چه برسه به روز که 12 ساعته و شبانه روز 24 ساعته و بعد هفته و بعد ماه و بعد سال، که الان دقیق از تاریخ الف لام این ذالک الکتاب که شروع شده تا الان از سال 1369 به طور آشکارا و پخش کردن نامه ها تا امروز که سال 1384، هنوز هیچ گروهی، هیچ امتی، هیچ رسانه‌ای در این خصوص به زبان نیامده. خودتون هم میتونید علت رو بفهمید هم چونه چلاش. میریم دوباره رو مسئله حساب. هر دو جدولی که ورودیشون یکی باشه، یعنی مثلث و مربعی که عدد ورودی اونها یکی باشه، قابل قسمت بر هفته. این 4 تا خانه داره، اینم 3 خانه میشه 7 خانه. وقتی ضلع اینجا رو بگیریم میشه 38 و ضلع اینجا میشه 18، جمعش میشه 56. تقسیم بر 7 که بکنیم میشه چند؟ 8. اون وقت خانه هفتم مثلا از جواب اونجاست، یعنی احتیاجی
دیگه به قلم کاغذ نداریم، هر دو تا جدولی که بخواییم تقسیم ضدش رو به دست بیارید، فوری خانه هفتم رو نگاه کنید، جوابتون هست، یعنی از پیش تعیین شده است. از دو تا هشت، هفت خانه است. این جدول رو الان میریم دنبال بقیه جریاناش رو شما، ما مختصر اشاره کردیم به علت کمبود وقت و ناتوانی مالی برای پخش این فیلم و سیدیایی که در این خصوص منتشر میشه. امیدوارم مردم خودش همت کنه و بتونه هم نامه ها رو بفهمه و هم عنوانش کنه و همین کار رو به رسانه های سمعی و بصری بکشونه که بتونن چیکار کنن؟ به حقیقت موضوع برسن که آیا وعده داده شده دارای تاریخ زمان و مکان هست یا خیر؟ آیا وعده داده شده همون هاست که اینا میگن؟ یا گروه های دیگه میگن؟ یا اسم خاصی داره هم در تورات هم در قرآن؟ به هر حال شما در همین برگ اگر دقت کنید، همین برگ اگر دقت کنید، میخوام یه سری مطالب رو براتون عنوان کنم، بتونید خیلی چیزها رو به راحتی لمس کنید. اگر از خود نام سوره ها فاکتور بگیریم، از آغاز سوره فاتحه تا سوره لاد و ضحا فاکتور تمام حروف قرآن تمام میشه، تا سوره 93 27 حرف، حرف 28 27 ابجد در نام سوره ها موجود نیست، در آغاز سوره ها هم نیست. حرف ضاء ظهور در پایان سوره بروج که نزولش 27 برای تایید موضوع حساب، و بعد ضحا سوره 93. اگر به سوره توبه دقت کنید نگاه کنید خواهید دید که 93 آیه است. اگر بگیم 3 تا میشه 27 تا، سوره نب 27مین سوره است. اگر بگیم 27 دو هفته است میشه 14 تا، 14مین سوره ابراهیمه. تکرار نام ابراهیم در کل قرآن 69 مرتبه است و آغاز سوره نب گفته تا سین، یعنی 69. و این ابراهیمی که با رمز الف لام را پا به عرصه وجود گذاشته نمیتونه ابراهیم گذشته دور باشه. چرا؟ مثال داده شده ولی حرکتش فرق میکنه، زمانش فرق میکنه. مثال گذشته رو داده برای توجیه آینده، آیندهی که همه ازش غافلن، که در سوره در آیه 22 میگه و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق فاخلفتکم. شیطان اینجا وقتی گرفتار میاد و کالبد بشری داره طبق خود قرآن، که میگه و قرار دادیم برای هر رسولی شیاطینی از نوع انس و جن. پس شیاطین کالبد بشری دارن، وقتی کالبد بشری دارن و زمام امور را در دست دارن، بیشک از راه دین وارد میشن برای اقوای خب و سرکوب موعود. میان روپای حساب که نگاه میکنیم، تاریخ ها رو که نگاه میکنیم، میبینیم همه چیز به وضوح پیداست، نوشته شده که کی کیه. منتهی مردم ما از این حساب بی خبرن، امیده که رفته رفته این حساب رو بین خودشون منتشر کنن تا به حقیقت اصل موضوع رسالت و دین خدا برسن و بدونن که در طول تاریخ دین خدا هنوز عنوان نشده، مگر در سینه زدنی و قرآن رو مرده خواندنی و حکومت کردنی و به طور مطلق درباره کتاب خدا و عنوان کردن مسائلی که در کتاب خدا هست هیچ اقدامی نشده و نمیخوام اقدام کنم.
مثالم قرآن دین خداست و دین خدا اونطور که وعده داده شده دین ارزانیه. شما یک کشور اسلامی به من نشان بدید که ارزانی درش باشه، وجود نداره. چرا؟ چون محتویاتی که قرار هر نظامی که با این کتاب پیش میاد کاری که لازم انجام بده تا به کتاب خدا هنوز انجام ندادن و پا گامی برای اجرای کارهایی که خدا خواسته نذاشتن. پایه اول دین خدا اقتصاده. شیطان میاد اقتصاد رو سرکوب میکنه و فلج میکنه که مردم رو متملق و چاپلوس به بار بیاره تا از آرزوهاش تبعیت کنن، تا از راه و روشش تبعیت کنن، تا مردم در راه حقوق گام بردارن به نام چی؟ دین خدا و سرکوب موعود خدا. خب میشینیم این موضوع رو پاک کنیم تا این رو بیاد داشته باشید. خانه آخر مثلث ده، خانه آخر مربع سوره بقره 17 است. خب که ما یه اشاره بکنیم، شما میتونید طبق این اشاره برید تاریخ تعیین شده رو خودتون در بیارین و نگاه کنید. خانه آخر مربع بقره 17 اسراء آیه 5 آیه 12 مورد تاریخ. خانه آخر مثلث بقره 10 یونس الف لام را، یعنی دارای رمز آیه 5 مورد تاریخ. خب جمع این میشه 27 نمل و نزول بروج و الیوم الموعود. سوره بروج و الیوم الموعود و نزول چیه؟ و ترتیب سوره نمله. این حساب این هم میشه 17 اسراء و نزول ماعون و 17 سوره ای که اشاره به تاریخ 1370 هجری شمسی کرده که سوره هایی هم با حرف شده، اون وقت 17 به علاوه 1370 میشه 1387 برابر با ترتیب نزول سوره بقره که نزولش چنده؟ 87 برابر با ترتیب رسمی سوره اعلاست. سوره اعلا نزولش 8 برابر با ترتیب سوره انفال که نزولش 88 یعنی دوباره تایید همون تاریخ که 1387 88 برابر است با 1429 یعنی بر مبنای ترتیب سوره هایی که با حرف یا شروع شده یا ترتیب سوره هایی که از کلمه بروج شکل گرفته، باز میشن 11 سوره برابر با ترتیب چی؟ ترتیب ابجد حرف یا یعنی کلمه ندا. ب میشه بقره، بروج، بلد، بینه،
واوش میشه واقعه، رش میشه رد و روم و رحمان، جیمش هم میشه جازیه و جمعه و جن که حروف این سوره، این چند سوره، 11 سوره بازم اشاره به تاریخ 1429 برابر با 2009 برابر با 1388 میکنه. از طرفی سوره های یا 10 سوره وسط بسم الله رو که نگاه کنیم رویه میشه چند؟ 210 رویه میشه 210 در سوره این نام دو بس